لوپن و ملانشون یک نقطه مشترک جنجالی دارند. هر دو متهمند که موضع غرب علیه پوتین را نپذیرفتند و در دفاع از اتحادیه اروپا و ناتو قاطعانه عمل نمی کنند. لوپن به خصوص از این لحاظ مورد ذم است، چون پیش از این خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا و تغییر واحد پول از یورو بود و حسابش از یکی از بانک‌های وابسته به کرملین وام گرفته است. منتها با اتفاقی که بین روسیه و اوکراین افتاد و بسیاری از اروپایی‌ها پی بردند که میبایستی استقلال بیشتری در صحنه جهانی داشته باشند، حتی اگر هم متحد امریکا باشند باید استقلالی در مورد امریکا داشته باشند، به ویژه اینکه امریکا همیشه در صحنه بین‌المللی آن کارهایی رو که اروپا تعهد دارند انجام نمیدهد. فکر میکنم زین پس در دور دوم اگر همچنان که نظرسنجی ها نشان میدهد آقای مکرون پیروز بشود، اروپا در 5 سال دوم زمامداری او قدرت بیشتری خواهد گرفت. این شوربختانه در مورد کل دموکراسی ها وجود دارد که خطر خودکامگی رو جدی نمی گیرند و چون انتخاب زمامداران در دموکراسی ها با رأی مردم است، بدیهی است که مردمی که جنگ رو دوست ندارند چون جوانهاشون رو نمیخوان به جبهه بفرستند، به زمامدارانی که رویارویی میکنن با خودکامگان در جبهه جنگ رای نخواهند داد. اونها هم چون اینو میدونن سعی میکنن از جنگ پرهیز بکنن، که این خبر خوبی نیست برای صحنه بین‌المللی در شرایطی که خودکامگان عملا جنگ طلب هستن، چنانچه در مورد روسیه این اتفاق افتاد. گرفتاری بزرگ اتحادیه اروپا این است که یک ارتش مستقل ندارد، کار آسانی نخواهد بود، چون فرماندهی آسانی نخواهد بود. ولی فکر میکنم اتفاقی که در اوکراین افتاد چشم بسیاری از حتی شهروندان اروپایی رو بیش از پیش باز کرد. در این میان اما نامزدهای دو حزب سوسیالیست و جمهوری خواهان که نیروهای اصلی چپ و راست میانی فرانسه محسوب می شدند، به نظر هیچ شانسی برای ورود به مرحله بعد ندارند. آن هیدالگو، شهردار سوسیالیست پاریس، در آخرین نظرسنجی ها 2% رأی دارد، در حالی که آرای والری پکرس، نامزد حزب جمهوری خواهان، 8% است. نشانی از تغییرات گستردگی آرایش نیروهای سیاسی در فرانسه. خانم پکرس به نظر من به لحاظ اشکالات مدیریتی آقای مکرون و ضرباتی که سیاست اجتماعی آقای مکرون تو 5 سال گذشته به بدنه جامعه فرانسه، بخصوص مسئله بدهی‌های نجومی و عمومی عظیمی که الان بار آورده، میدونید بیشتر از 115% به اصطلاح تولید ناخالص داخلی رو ما بدهی داره فرانسه، یکی از کشورهای بسیار متاسفانه مقروز اروپا به حساب میاد، که اگر هم باز بحث باشه اینم میتونیم تعمیم کنیم. بر صورت تمام این انتقادات، تمام این شفافگری ها صورت گرفته، ولی اون دیبیت، اون مصاحبه یا اون به اصطلاح مذاکره مستقیم و اون رو در روی مستقیمی که از طریق مطبوعات و تلویزیون میتونستن داشته باشن، متاسفانه به دلیل ناشکیبایی آقای مکرون صورت نگرفت. ایده اساسی کمپین اول آقای مکرون از آقای اوباما گرفتم، یعنی در رابطه با اینکه باید رفتید مردم چی میخوان و کمپین رو چگونه به لحاظ بازاریابی مارکتینگ سیاسی دقیقا برای این خواستا بود. با این پیروزی آقای مکرون در اون 2 سال اول تونستن دستاورده خیلی زیادی با فرانسویایی که خسته شده بودن از احزاب سنتی، چه گلیستی چه سوسیالیستی، داشته باشن. ولی در طی پیشرفت این اوضاع، موقعی که این جناح سومی که آقای مکرون چه در اروپا و چه در فرانسه می‌خواستن به وجود بیارن شکل نگرفت،
با یأس و دلسردی بسیار زیادی این مسئله صورت میگیره که اگر مسئله جلیق زرد ها ادامه میتونست پیدا کنه و اگر کرونا با اون شدت به بدنه و ساختارای آموزشی و حقیقتا سنیتر و بهداشتی و مدیریت روزمره ضربه نمیزد، این مسئله میتونست اون دوره حل شه. اما حافظه به اصطلاح جمعی که در فرانسه به دلیل این مسائل مسدود شد و این مباحث صورت نگرفت به خاطر فوریت مدیریت مسئله کرونا، امروز هم تا ده آوریل اجازه بیان پیدا نمی کنه. بنابراین من به نظرم مسائل خیلی جدی بین دو تا دوره انتخاباتی، یعنی از ده آوریل تا ماه می که دوره دوم خواهد بود، بین دو کاندیدایی که مقابل هم قرار خواهند گرفت طرح میشه، ولی جدیتش در دوره بعدی انتخاباتشون تمام مسائل لاینحل باقی مونده. حالا آقای مکرون تا بکنون از سخاوتمندی های بانک بین‌المللی اروپا استفاده کردن. میدونید بانک ها در این دوره کرونا بسیاری از قرض های دولت های به اصطلاح اروپایی رو می‌خریدن و این سمستر دیگه مسدود میشه و الان اتفاقا خبر بد مدیریت اقتصادی آقای مکرون اینه که ما همین الان در زمینه بورس اگر شما بیان نگاه کنی میزان نرخ بهره که برای اوراق قرضه باید داده بشه 1.21، یعنی تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت روی اقتصاد فرانسه، چون دیگه به اون شکل که در 7 سال گذشته فرانسه راحت میتونست بدون بهره قرض بگیره، این نرخ بهره 1.21 بسیار سنگینی خواهد کرد و به نظر من یکی از مسائل بسیار جدی بعد از انتخاب ریاست جمهوری در فرانسه خواهد. آقای مکرون رو بعد به چند بخش تبدیل کرد. آقای مکرون در زمینه ریتوریک، اون چیزی که به اصطلاح واقعا یک آفرینش کلامی و دادن افقهای میشه گفت اجتماعی اقتصادی، بسیار ایشون سخنرانی های جدی و حتی تاریخی دارن. سخنرانی ایشون در سوربن بسیار تاثیرگذار بود هم در فرانسه هم در اروپا، ولی تمام اروپایی ها به خصوص متحدین نزدیک آلمان، آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی همیشه میگن این صحبت‌ها بسیار عالی ولی چگونه پیاده باید بشه و امکانات حقیقی که ایشون ارائه میدن چی میتونه باشه. بنابراین یکی از مسائل مهمی که آقای مکرون در مقابل خودشون دارن و در این دوره اگر بیان برای انتخابات ریاست جمهوری ریاست به عنوان رئیس جمهور دوره دوم هم باشن، این خواهد بود که ایده های خوب طرح شده توسط خودشون رو کی باید انجام بده. این یک مسئله اساسیه. مسئله دوم این که جایگاه فرانسه در اروپا به عنوان یک به اصطلاح مدیریت عمومی اروپا به حساب میاد یا به عنوان رهبر اروپا. در مورد رهبر اروپا آقای مکرون مشکل داشتن و دارن، یعنی رهبری ایشون نه در سطح اروپا نه در سطح فرا آتلانتیک همینطور که دیدیم و نیز امروز با آقای پوتین و روسیه به اون شکل که خودشون در نظر داشتن مورد استفاده به اصطلاح غیر مفیدی قرار گرفته تا بکن. بنابراین من فکر میکنم به لحاظ لیدرشپی مسئله خواهند داشت، ولی به لحاظ ارائه تر و چند جانب گرایی رو به اصطلاح به یک تفاهم همگرایانه رسوندن بسیار میتونن موفق باشن و در این رابطه این میتونه به ایشون کمک کنه اون برنامه‌ای رو که داشتن فراتر از جناح چپ و راست، یه جناح لیبرال و متاسفانه برای ایشون پدر سالارانه، چون این یه تضادی در خودش داره، ولی این به اصطلاح جناح سوم لیبرالی که در این حال به مسائل اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی، متمدنانه میخواد بپردازه از دیدگاه پدر سالارانه. البته ایشون خیلی همیشه به اصطلاح این نظر رو با خودشون جلو میبرن که نمیبایست تحمیل کرد و تمام نظرات رو با متانت و دیدگاه بسیار اخلاقی دوست دارن حل بکنن و تو زمینه‌های اجتماعی بسیار موفق بوده این مسئله و در خود فرانسه باعث شده بسیار از تشنجات پایین بیاره، ولی تا چه حد به عنوان راه حل سیاسی میتونه مورد استفاده قرار بگیره باز هم مورد سواله. بنابراین پیشنهادهای همه جانبه و درخشان در این دوره اول انتخابات فرانسه ما نمی‌بینیم. همینطور که گفتم شما بیشتر 600 پاسخ از این 12 کاندیدا دارین که هیچ کدوم پاسخ قطعی که بیاد
مثلا در دوره میتران ایده فورس ترانکیل، قدرت بسیار مطمئن و راحت، این شده بود ایده فرانسوی و تمام فرانسوی‌ها مخالف یا موافقین رأی میدادن. و در دوره شیراک فکتیو سوسیال، یعنی شکستگی که تو بدنه اجتماعی فرانسه احساس میشد و فرانسوی‌ها برای ترمیم این یا اتمام این مسئله رأی میدادن. همچین ایده مرکزی ما نداریم. من فکر میکنم که نکته آخر رو در این مورد بگم. ببینید، اگر این دو حزب راست، البته آدم‌های افراطی کسان دیگری هم هستند، پرسش‌های را در مورد جامعه فرانسه مطرح می‌کنند که این پرسش‌ها پرسش‌های مردم است و شوربختانه چون افراطی هستند پاسخ‌های می‌دهند که پاسخ‌های خطرناکی است، بعضی وقتا نژادپرستانه است، بعضی وقتا تنها کردن فرانسه در صحنه بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا. اما اگر این پرسش ها رو نیروهای سیاسی متعارف پاسخ ندهند، خب همیشه نیروهای افراطی و عوامگرا قوی میشن. امیدوارم که این پاسخ رو آقای مکرون و دیگر نیروهای واقعا دموکراتیک در فرانسه بدهند و منکر وجود این پرسش ها نشند. نویسنده آرش عزیزی، ایندیپندنت فارسی.